بریم یه کله پاچه هم بزنیم امشب. همین امشب استاد، خیلی شب خوبی بود، خیلی خوشحال شدم اینجا دیدم. انشالله بازم ببینم. به امید دیدار. خدافظ استاد. استاد میتونی رانندگی کنی؟ استاد خسته حساس، خودت بشین لطفا. اوه حالا چرا در رو وانه می کنی؟ به امید دیدار؟ بذار اونم دلش خوش باشه دیگه. من با دل اون کاری ندارم. دیوونه ای نگرانیتم خوش گل. خب بایسته دیگه، نمیخواد چهاره رد چی که؟ چش؟ استاد دونم بشماری؟ با هم؟ آره با هم بریم. هشت، هفت، شیش، پنج، چهار، سه، دو، یک. اتاق 119 کجاست؟ راه رو سمت چپ اتاق 119. آقای مشفق بفرمی. بیا بیرون، کارت دارم. در رو ببند آقا. بفرمی. دارم میگم به زبون خوش بیا بیرون، کارت دارم. بفرمایید بیرون آقا. کلاس در رو ببند بعدش. من رضا فرشادفرم، شوهر لیلا. رضا کی آقا؟ عوضی گرفتی. بفرمایید بیرون. بفرمایید بیرون. که میگم به زبون خوش بیا بیرون، نزا جلو دانشجو آقا تو ببرم. چی میگی آقا؟ دست تو بردار. بیا بیرون، مزخرف نکو، بیا بیرون. بلن کن مرزی. بچه تو تو شکل زنه من شکار جوابشان برای ما بیاری دوتا. جناب سروان، اینجور آدم ها باید بیفتن زندان. بفهمم مملکت قانون داره. آقا جان شهر هرت نیست که هر کاری دلت خواست بکنه. اینو به خودت بگو آقا، من از تو شاکیم. صدا تو بیار پایین. جناب سروان، من اصلا ایشونو نمیشناسم. تازه همین الان متوجه شدم که ظاهرا خانومش کارمند همسر منه.
من از این ماجرا خبر نداشتم. شما فعلا تحت نظر هستید تا برید دادسرا تکلیفتون معلوم بشه. آخه جناب سروان من مقصر نیستم، این آقا مقصر، این آقا گناهکاره. چرا به دست من دست من میزنید؟ آروم باش آقا، تا ایشون رضایت ندن هیچ کاری برای شما نمیتونیم بکنیم. سرکار احمدی، ایشون فعلا تحت نظر هستن. شکیم. شما منو بازداشت میکنی، اونو ببر بازداشت کن. آخه کجایی دنیا بدون اجازه شما رنگی کاری میکنن؟ چرا سوال میکنی؟ من بعد یه چیزایی رو برات توضیح بدم. چی کار میکنی آتنا؟ الان بعد رضایت بدیم پسر بیاد بیرون. بیاد بیرون؟ آبرو منو دانشگاه برده، رضایت چی؟ نمیگن دیوونه است؟ رسیدیم خونه برات میگم. رضایت ندی همه چی میریزه به هم. برو رضایت بده. بفرمایید. هیچ نمیتونه. فرید جان، ایشون در جریان همه چی بودن، رضایت هم دادن. این چه حرفیه خانم؟ من کی رضایت دادم؟ چه چرت و پرت میگی؟ شما اومدین موزه، 80 میلیون صفحه لیلا رو امضا کردین، از ذوقتون رضایت نامه رو امضا کردین، انگشتم زدین. من ازتون شکایت میکنم. فکر کردین حالو گیر آوردین؟ من رضایت نامه امضا نکردم. من کار غیرقانونی نکردم. رضایت نامه هم هست. لیلا به من گفت وام امضا کن. همین. خب بری مشکلتون رو با خانمتون حل کنین. من مشکلام با خانمم حل میکنم. ازتونم شکایت میکنم. نمیذارم اون بچه زنده بمونه. فرید. شما باشی، من باهاتون کار دارم. تو که دیگه میگوش کار کردی؟ تو که میدونستی؟ چی رو میدونستم؟ چرا یه جور برخورد میکنی؟ برای از هیچی خبر نداری؟ نه ندارم، تو بده این بگوش نبم. تو هم که موقعش نیست. بی بریم بیرون. من نمیام. باید بریم پسرها رو راضی کنیم. من یه بله سر اون دختر میاره. فرید. من نمیام. بشین، یه دقیقه بشین. اون روزو یادتی که صابخونه داشت بیرونتو میکرد؟ لیلا اومد پیش من، گفت 2 میلیون بهش قرض بدم. گفت پول رهنو ندارین. من گفتم بهتون میدم، این کارو برای من انجام بده، ولی به شوهرت بگو. گفت اگه بگم قبول نمیکنه. اول انجامش بدیم بعد گولش زدین دیگه.
الانم میخوای سر من شیره بمالی. الان دیگه این حرفا ضرورتی نداره. اون دختر 5 ماهشه. 4 ماه دیگه همه چی تموم میشه میره. من بچه‌مو میگیرم. شما بیا سفته‌هاتو بگیر. ها؟ موندن من اینجا بیفایده است. من تکلیف تو و اون بچه رو معلوم میکنم. حداقل بفهم زنت برای تو زندگی چقدر زحمت کشیده. بابا شما تو چی شده؟ بی‌حوصله‌ای بابا، چیزی شده؟ نه چیزی نیست، کم خستم. تو چطوری؟ خبری شده؟ چیزی نیست، من اوکیم. دلتنگت شده بودم. چه خبر؟ تنهایی؟ مامانت کجاست؟ نه، مامان یه اکسیدنت داشت، رفته این پلیس استیشن. الان با هم. طوریش که نشده؟ اون اوکی، نه چیزی نیست. ضرب دیدم. بازی امشب می‌بینی بابا؟ اگه بتونم که آره، حالا ببینیم. تیمتون که می‌بازه، بهتره نبینی، برای حال تو نیست. باشه تو برو بازی رو ببین. بعد بازی با تماس میگیرم. فعلا. همینجاست. آقا اینم جای دو باک کردی؟ دیگه خراب شد دیگه. برو دست در نکن. آزش کن الان. هم دیگه تو برو. نه بخوایی بایستم؟ نه برو پسر من. پس میبینم دیگه. باشه. سلام خانم لشکری. چطوری؟ خوبم. ببینم چی شده؟ همه چی خراب کردن. رضا برگه رویان رو دیده، میدونم اومده سراغ شما. طوریت نشده، جای درد نمی کنه. میخوای برات مرخصی بگیرم برو خونه؟ نه، اینجا سرم گرمه، ترسم یه بلایی سر تو و بچه بیاره. رضا خیلی منو دوست داره. اینجوری؟ نگرانتم. نگران نباشید، داشت خودشو میزد، من رفتم جلو. الو سلام، چطوری؟ دانشگاهی؟ نرفتی. یعنی چه آبرو ریزیه؟ خب بگو دنبال یکی دیگه بودن، اشتباه گرفتم. همه چی درسته. بابا جون این سرویس رو ببر یعنی چی؟ ما مسخره ایم از صبح تا حالا این چیره چشیم دوتا سرویس هم نرفتی؟ شروعش نکن بابا، شروعش نکن بابا، شروعش نکن بابا، بریش اینجوری. فشار نیاد بهت. الو جناب مصطفی. سلام لشکریم. سالمه سالمه. جاشم خوبه و خیلی هم راضیه. مادر چی؟ وضعش خوبه؟ نگران نباشی. مادر و بچه هر دو حالشون خوبه. بیاز.
کی امضا کرد؟ امروز. میبینی اینا هاش؟ آره خوبه. کنار رو بسیم. مادرت هم اومده بود؟ نه تنها. آرمان تصویرتو ندارم. آرمان رد شد. سلام چطوری؟ چند امیته؟ خسته حالش خوبه؟ آره بزرگ شده پدر سوخته. خیلی هفته شده بود. بود؟ بازی شروعشه. واسه چی زمین و زمانو به هم میدوزی ها؟ زمین و زمانو به هم میدوزم؟ بله. خب لازمه. نتیجهش چی؟ نتیجهش بله دوتاییمون قدمت رو زندگیمون آیندهمون. یعنی الان همه چی درسته؟ درست میشه. تو صبر کن بچه بیاد درست میشه. ببین حرفم تموم نشده. الو آرمان قطع شد. آره خوبی؟ سلام کجای بابا مرد من گشنگی؟ بیا بشین شما بیارم. دکتر رفتیم؟ تازه نوبت گرفتم. دکتر سرش خیلی شلوغه، خام لشکری زحمت کشید. گورو بابای لشکری و جد آبادش. دکتر بچه رو نمیگم، دکتر برای کمر دردت. هرچی میشه میگه لشکری، جون میخواییم بخواییم لشکری، آب میخواییم بخواییم لشکری، بتمرگیم لشکری، دکتر بریم لشکری. چون های عصبانی گنزدی لیلا، گنزدی به زندگیمون. مگه من چیکار کردم؟ هیچی. از یه نفر دیگه غیر از من بچه دار شدی، چی میخواستی بشه؟ رسم من فقط بچه یکی دیگر رو نگه میدارم، بعدش میدم بهشون. بعدم میخوای بچه خودم همونطور نگهداری؟ آره؟ چرا یه جوری حرف میزنی انگار که من کار خلاف شهر کردم؟ کار خلاف شهر کردی، هم که به من نگفتی خلاف شهره. زور که نیست، نمیتونم تحمل کنم. نمیتونم ببینم شکمت هر روز داره بالا میاد به خاطر خوشی دو نفر دیگه. رسا جان بعد الان ما تو خونه خودمون نشستیم. 100 سال زیاد این خونه رو نخواستم. نه خدا رو شیطون حروم زد. خوشی زده زیاده بد. انگار نه انگار من مرد این خونم. اختیار زنمونم نداریم. آقا من اصلا نمیخوام خوشبخشم. اصلا تو غلط میکنی به جای من تصمیم بگیری. شاید من بخوام جور دیگه ای زندگی کنم. من هر کار کردم به خاطر تو کردم، به خاطر خونه زندگیمون. اصلا مگه این همه درد رو تو داری تحمل میکنی؟ اینه دست مزدم؟ آخه تو فکر میکنی اسم این عشقه؟ من تصمیم اشتباهی نگرفتم. توی این حرکت سیار دایره وار بی مقصد و بی مبدأ تو نقطه پرگار دایره زندگی من خواهی شد دخترم. ما یه خانواده میشیم با تو. ما نباید تو این دایره قسمت نقطه تسلیم بشیم. ما با هم این حلقه گردون رو می بافیم و این ریشه ها من و تو و پدر تو به هم وصل خواهد کرد. ریشه ها. وای مادر چقدر دلم برای آغوش گرم و بوی ملایم سیگار دست پیچه تنگ شده. کجایی مادر؟ کاش الان کنارم بودی.
آقای مرادی. سلام خوب باشه. این رطوبت سنج هر روز باید چک بشه. رطوبت اینا من ربطی نداره خانم. شما میدونی مومیایی چقدر ارزشمنده؟ تو این دو روز زمانه دیگه زنده هاش ارزش ندارن، چه برسه به اینا. اگه اینا براتون ارزش ندارن باید برین جای دیگه کار کنین. دستتون رو بردارین. الو، سلام، خوبه؟ آره تو خوبی؟ رضام خوبه، سلام داره. آقا محمود چطوره؟ خدا رو شکر، خدا رو شکر. میای با ما که تابستون اونجا بودی. آها، کی؟ واسه شو میخوام به خونه ما. آبچی جون، تو که اخلاقای رضا رو میشناسی. به قرآن وقتی اومدیم تهرون خانوادش یه شب هم خونه ما نمونده، همونو اومدن رفتن. جون لیلا یه جوری بگی ناراحت نشن. باشه، نه من سر کارم. آره باشه. شب خونه بهت زنگ میزنم. خدافظ. شوهرت کجاست؟ اومده دنبالت؟ نه اومده. میتونی را بری؟ خیلی خوب زن کن. ببخشی تو رو خدا. مطمئنی خوبی؟ آره. چه کردی با خودت؟ لیلا شب و نصف شب و روز نداره، هر موقع حالت بد بود به من زنگ بزن. باشه؟ با شوهرت هم دعوا مرافع نکن، برات خوب نیست. ویتامیناتو میخوری؟ بله خانم. خیالتو راحت باشه، حواسم هست. خیالم راحت نیست. الان یکم استراحت کنم خونه خوب میشه. باید بریم یه چکاپ دیگه بشی. الان میرسیم. رضا ببخشید دیگه مرد به غرورش برخورده. اب نداره، تشریف بیاریم بریم تو. برو تو، سرما میخوری، برو تو. خیلی زحمت کشیدی، ممنونم. مراقب خودت باش. چشم. ازش بچه داشته باشی. ببین دخترم، اگه به حرف من گوش بدی اینجوری پابندتم میشه. چی بگم؟ شاید. شاید چیه؟ زندگی تو محکمترم میشه. هیچ نگران کاراتم نباش. چند ماه اولم خودم میام تهران ازش مراقبت میکنم. نگرانم مادر، میترسم این بچه برعکس همه چی رو بریزه به هم. نگرانی نداره، بچه نمک زندگیه. از من بشنو مادر، گوش نه. بالاخره تیمتون برد یا باخت؟ برد.
باختیم بابا بردیم. تو که گفتی باختی؟ نه بابا. نه بابا سلام میدونم بردی میدونم. مگه میشه تو دروازه بان باشی و تیم گل بخوره؟ پس چی؟ کی باید تمرین؟ الان دیگه باید برم. خب برو. بچرخ ببینم. بچرخ ببینم چه شماره این پیرن. سلام. آفرین آفرین. یک دروازه بان یاد یک باشه یا 20. بابا من دیگه باید برم. باشه بابا برو. شب خونه ای؟ آره برگشتی؟ برگشتی اسکای. آره. منتظرم ها. باشه بابا. خدا بس بسرم. جیگره تو دارم. خوبی؟ سیدی که میخواستی؟ آه مرسی. اینم یک کادو از طرف خودم. بابته. که به راه راست هدایت شم. قهوه میخوری؟ بدم نمیاد. الو رضا چرا رفتی؟ الو رضا صدات نمیاد. الو سلام چطوری؟ ها دماغی امرو یه غلطی کردیم که نمیدونم چجوری راستویستش کنم. چه غلطی؟ همین گندی که زدیم دیگه. برای اونم میشه فکری کرد. چه فکری؟ با فکر که نمیشه کار کرد. تو چی کار داری؟ اون شبه سور به من. ای کاش میشد یه جوری از شر این بچه خلاص شد. علی جونه سلام تو خوبی؟ خوبم خواب بودم ببخشید. نگرانم کردی؟ بفرمایید تو بفرمایید. یه چیزایی برات گرفتم. زحمت کشیدی ممنونم بفرمایید. رنگ و رود پریده. خوبم نگران نباشی. بفرمایید. مطمئنی خوبی؟ بفرمایید. ببخشید معطل شدین ها. آقا با بدین من ببرم. سنگه نیست؟ بفرمایید بشین.
شبا خوب نمیتونی بخوابی؟ خوب میخوابم. چشات پف کرده، رنگ و روتم پریده، مطمئن خوبی؟ چیزی نیست، بعضی وقتا اینجوری میشه. باز با رضا بحثت شده؟ بیچاره رضا اصلا کاری به من نداره. به خودت نمیرسی، دائم پشت گوش میندازی. بپوش بریم دکتر. دکتر نمیخواد، یکم استراحت کنم خوب میشم. بریم یه چکاپ بشو بعد بیا استراحت کن. سلام، لشگریم. نمیتونه صحبت کنه. نه نگران نباشین، حالش خوبه. آوردمش بیمارستان چند تا آزمایش بده. بله، گفتم نگران نباشین. میگم باهاتون تماس بگیرم. شوهرت بود نگرانته. الو، سلام عزیزم، چطوری؟ من خوبم، بیمارستانم. آره خوبه. مهرانم هست. بیا. آره بیا. میبینمت. با دکتر کبیر صحبت کردم. تمام آزمایشام بهش دادم. قرار شد که امروز نتیجه‌ش رو من بگه. یعنی قبلا بوده؟ سرطان تو بدنش بوده. چطور علائمی نداشته؟ چون باردار شده خودش نشون داده. بدن ضعیف شده. نگران نباش. دو تا کبیر راه حلی براش پیدا میکنه. مهران، من باید بدونم. آیا میتونه 7 ماه این بچه رو نگه داره و درمان شروع کنه؟ دیر نمیشه؟ من که چیزی نمیتونم بگم. باید اونا تصمیم بگیرن. به نظر من رحم و تخمدان درگیره. اینجا ای؟ باز چی شده؟ سلام رضا، خوبم نگه نباش. خدا شکر. خانم لشگری اومده بود پیشم، دید رنگ و روم زرده، آورد اینجا خیالش راحت باشه. عجب گیری کردی. من خوبی تو؟ آره من خوبم. الان کجاست؟ نمیدونم، همینجا. رضا جانم، جهان منو بدتر میکنه، منو ببر خونه. تو خدا وضعیت خوبی نداره. باید بستری شه. احتیاج به نمونه برداری داریم. کانسر رحم و تخمدان. من
بذار با موتور منی. نگران نباش آروم میرم. یه تاکسی بگیری. این همه سوار موتور شدی از چی میترسی؟ نمیترسم. من یه جوری هم به هر حال نمیدارم چی بگم. هر کاری فکر میکنی درسته انجام بده. نگران نباش انجام میده. کجا رفته؟ نمیدونم. ببخشید. بله. خانمی که رو اون تخت بودن کجا؟ همون خانمی که بار داره؟ بله. شوهرش اومد رفتن تو محوطه یه هوایی رو. مهران من برمیگردم. باشه با. عجب جیگری. من جیگر برام خوب نیست. چنجا نگرفتی؟ چنجا هم گرفتم. چی دون بره بزن اون و بیا اول چنجا رو بدم داخل یه خورنت نوشه جونت نس. کم نیست؟ حالا اینو بخور میگیرم بازم سیر نشدی همه ها. ای بابا حالا هی قور بزن. خوبی؟ خانم لشکری ده بار زنگ زده بند خدا نگران میشه. بهش پیام بده که رسیدیم. پروش نکن. حالا هی میخواد زنگ بزنه کجا بودی؟ چی میخوری؟ کجایی؟ با کی میری؟ با کی میای؟ انگار که من هیچ اختیاری رو زن و زندگیم ندارم. مگه بشین پاشو بگی بشین بشینی بگی پاشو پاشی. کردم بابا ببخش. یه اسمس بهش بزن دیگه رسیدین کش ما. خیلی خوب باشه دارم میفرستم. الو سلام عزیزم چطوری؟ سایلنت بودم نفهمیدم از صبح درگیر کارهای لیلا. خوبه خوبه خونه ای؟ شام بریم بیرون؟ میام خونه لباس عوض کنم. باش قربونت. درست نفهمیدم این اوکیا چی شد. بابا ول کن این فیلم ها رو. بگه یکم استراحت کن حالت بهتر بشه. حوصله این زنیکه رو اصلا ندارم. بذار جانم بنده خدا که همش داره به من میرسه.
تو همین هفته 10 بار حالت بد شد رفتیم دکتر. جوابش هم ندادم. درم اومد در رو باز نکن. ببین این حرفا تا آنچه گذشته داره میده بیا برای تعریف کنم. اون دفعه که اوکی اومد رسیده. من اینا رو ببینم هم حواسم بهشون نیست. چقدر بیزوقی تو. لعنت خدا بر شیطون حروم زده. ببین این حرفا مثل همین فیلم هاستا. همین فیلم ها رو میبینی الان بچه تو شکمته. بچه فردا بزرگ میشه یهو میفهمه ننه که زاییدتش تویی. رضا ننه باباها قاطی میشن دیگه اعصاب واسه بچه‌ها نمونه. اون وقت طبیعت به هم میریزه دیگه اعصاب هیچ کس نداره. به خدا من این حرفا برام بد اذیتم میکنه. میفهمی باردارم. باردار نیستی خانم، باربری. باربر؟ چیزی میخوای بهم بگی؟ نه چطور مگه؟ نمیدونم، فکر کنم خواهی حرف بزنی یا گفتی بریم رستوران. همیشه میایم رستوران. خوبه دیگه با همین. آره خوبه. ولی ولی فکر نمیکنی با اومدن بچه همه چی خراب میشه؟ نه چرا؟ چون نمیدونی بچه چه مسئولیتی داره. خیلی چیز عوض میشه. اومدن بچه همه چی رو بهتر میکنه. بهت قول میدم. من خیلی خوشحالم. بدون هدف و غریزی هم که نبوده مثل پدر مادرم. بله واسه تو غریزی و بی هدف نیست. ولی این طرف قضیه منم که تو تصمیم گیری نبوده. باتون همیشه بهت گفتم با من حرف بزن. میخواستم باهات صحبت کنم. میخواستم با هم تصمیم بگیریم. ولی شک داشتم بخوای. الان مسئله خواستن نخواستن من نیست. مسئله اینه که من باید از اول میدونستم. بلا میتونی. فرید تو این شرایط میخوام کنارم باشی. نرو برو. لیلا خانم عشقم پشت سر جات بخوا. اینجا سرما میخوری خانم. پشو عزیزم. پشو دردت به جونم. پشو. پشو دیگه. پشو. کمکت کنم. خوبی عزیزم. الهی فدات بشم. روز به روز داری ضعیف‌تر میشی. کاری هم به دست من احمق بر نمیاد. لیلا جان میخوای ببرمت بیمارستان؟ نه نه مطمئنی؟ آره. خدایا استخونم داره میترکه. دیشب که بهت گفتم ببرم بیمارستان گفتی نه. تا 100 بار مردم و زنده شدم. بهت بگم بازم میگی شروع کردی. بالاخره حاملگی این دردارم داره دیگه. از اون نیست. لگنم استخونم. خودت خواستی. طاقت بیار. به جون خودت نمیخوام منت بذارم. چند بار رفتی پیش خانوادت به خاطر یک قرون 2000 خفتت دادن. من دیگه نمیتونستم تحمل کنم. خسته شده بودم. اگه از اولش بهم میگفتی شاید میتونستم یک کاری واسط بکنم.
تو هر کاری از دستت برمیومد کردی، چیکار میکردی؟ دزدی. حالا این ارزشش رو داره؟ لیلا مقدم. بله، شانس آوردیم. پزشک کشیک آنکولوژیست هستم. ببرنشون میشه پزشک کشیک. کجاست؟ انتهای همین راه رو، سومی در سمت چپ. ممنون. خوشو بریم. سختت را بری ویلچر بگیرم. ها؟ بله بفرمایید. بفرمایید. اومدم. با ما چیکار میکنی؟ مگه وجدان نداری؟ آروم بیا. زنم داره میمیره، عین خیالتون نیست. شروعش نکن. چرا به ما نگفتی؟ کسی قرار نیست. چرا به ما نگفتی سرطان داره؟ آخه به شما میگن آدم. بیا بشین. گوش کن، گوش کن. ما هم تازه دیروز فهمیدیم. اگه دیروزم فهمیدین، اینم فهمیدین که باید اون بچه رو بندازه تا شیمی درمانی شه. دکترش گفت اصلا برای شیمی درمانی هیچ عجله‌ای نیست. دارن دنبال یه راه چاره میگردن. چارهش اینه که بچه‌تون از زن زندگی من بکشید بیرون. اگه مجبورش نمی‌کردید حالا روزش این نبود. الان که ما دعوا نداریم شما. ببین عزیز من، من عزیزت نیستم، من خر فرض نکن. لیلا برای ما هم مهمه. اون تحت نظر دکتراست. اگه لازم باشه پرونده‌اشو می‌فرستیم خارج از کشور. ولی به ما گفتن میتونه 7 ماهگی سزارین شه، عمل کنه، درمانشو ادامه بده. منو نپیشون خانم. اون تا 7 ماهگی مرده. گوش کن آقا جان. اصلا این سخت کردن بیشتر بهش لطمه میزنه. در ضمن ما از کجا میدونستیم اون سرطان داره؟ الان که میدونیم. بله بله الان میدونیم، واسه همین دنبال یه راه چاره ایم. بذاریم دکترها بررسیشون رو بکنن. تا اونا بخوام بررسی کنن زن من 7 کفن پوسونده. ببین خانم، من امروز اومدم اینو بهت بگم، دیگه اون قرارداد و اون سفته ها و رضایت نامه دیگه مهم نیست. من خودم درستش میکنم. دیوانه است. خدایا کمکم کن بتونم خودم درستش کنم. نذار همه چی به هم بخوره. من چیز زیادی از این زندگی نخواستم. کجا اشتباه کردم که این همه مانع جلوی پای من میذاری؟ این سرطان لعنتی از کجا اومد؟ خوبی؟ این پسر نمیفهمه. من بیشتر از خودش نگران لیلام. و بچه؟ یادت نره اون یه موجود زنده است، نه فقط بچه من و تو. بذار خودم باش حرف میزنم درستش میکنم. رضا، من تصمیمم گرفتم. چه اونا بخوان چه نخوان بچه رو نگه دارم. اون ماه دیگه اگه صبر کنیم همه چی تموم میشه. دکترم که گفت چه الان شیمی درمانی رو شروع کنیم چه دو ماه دیگه فرقی نمی کنه.
لیلا به حرف اونو گوش نکن. یه روزم واسه تو یه روزه، چه برسه به چند ماه. من با اونو چی کار دارم؟ زندگی خودمون برام مهمه. اگه مهمه چرا به حرف من گوش نمیدی؟ چرا دست از سر این بچه ور نمیداری؟ من زودتر از دکترها و خانم لشکر یا همه فهمیدم مریضیم چیه. اما مریضی مامانم. اون موقع بابام پول نداشت هزینه درمانش رو بده. دیرم فهمیدی. ولی من مطمئنم این بچه رو به دنیا بیارم خانم لشکری هزینه درمان منم میده. اون اگه تو واسش مهم بودی نمیذاش این بچه رو نگردار. رسان تنها کسی که الان میتونه کمکمون کنه. من تازه دارم تکونه این بچه رو میفهمم. تو رو خدا بذار این بار تا تهش برم. نمیتونم بکشمش رسا. آقا شما لطفا بیرون تشریف داشته باشید. خانم من برگرد میخوام نمونه گیری. آقا رضیه چند لحظه بیا. بیا اینجا. ببین اولویت ما هم حال لیلاست. همه جور هم پاش هستیم کمکش کنیم. حالا هم دکتر هر تشخیصی بده قبوله. اگه بگه بچه باید سخت بشه همون کارو میکنیم، هزینه‌ش هم با ما. پس به جای دیوونه بازی در بردن و ناراحت کردنش کنارش باش. کمکش کن. ولی من اون بچه رو از بین میبرم. رضا کجاست؟ نمیدونم. میشه منو ببری خونه؟ اینجا بهتره. خود میرسن. خیال هر دو تامونم راحت داره. مطمئنم رضا امشب یه بلای سر خودش میار. تو رو خدا منو ببری خونه. خواهش کنم. خدا بشم. آره ببخشید. حسب باش. خیلی خوب. بفرم. خیلی ممنون. مواظب. آتنا.
بچه قراره چی رو درست کنه این وسط آتنا. از اون جهنم برگشتم پیشه که دوباره آروم باشه. حالا اینجوری نمیخواستم حالا اون بهتر باشه. الان بهتره؟ یکم تحمل کن، بچه به دنیا بیاد همه چی درست میشه. بچه؟ مثل که متوجه نیستی چه خبره. حال روز اون دختر بیچاره رو ندیدی؟ فرید جان، من کجا میدونستم اون دختر سرطان داره؟ حالا گیرم بچه به دنیا نیاد. اون دختر بیماری باهاشه. آره، ولی شاید به این زودی عود نمیکرد. تو راجع به همه چی میخوای خودت تصمیم بگیری. مثل اینکه یادت رفته ما با رضایت همدیگه رفتیم رویان. من فهم کردم نتیجه نداد، تموم شد و رفت. آره، ولی برای من تموم نشد، واسه همین ادامه دادم. دوست داشتن نیست آتنا، خودخواهیه. چرا اینجا خوابیدی؟ رضا جانم، دیشب نیومدی خونه، کجا بودی؟ بی غیرت نیستم که اینو بوز نگات کنم که داری خودتو بکشتن. بس دیگه، حرف حرف فر. بس میکنم اگه بذارن. خب این برم مرتب شد. خوبه خانم؟ دستت درد نکنه، اون برم بچین. چرا این کوچولو رو گذاشتی اینجا؟ آخه خانم اینا هم خانواده هم. باشه، داروخانه واقعی که نیست، خلوت باشه بهتر. چشم جانم، چی شد دکتر؟ بله بله، خب خدا رو شکر، خدا عمرتون بده. نمیدونین چقدر این بچه و سلامتیش برام مهمه. فقط نمیخوام خدایی نکرده اون دختر. بله، شما متخصصین، دستتون درد نکنه. فقط میتونم خواهش کنم این خبر خوش رو شما به لیلا بدین. ممنونم. چی شد؟ بفرما. بفرما. الو جانم، پرستادم آقا رضایی. الو میاد خدمت. چشم بازم که تو قمار رو بردیم. مقویه مقوی. از این بزن ببین چیه. پس موقع بزنم برد نیست تو نوشه جان، بیشتر بزن. اگه بتونی اون پولو جور کنی خودم انجامش میدم. بفرسن. من میخوام انجامش بدم، تو میترسی؟ میگم طوریش نشه حالا. تو پولشو جور کن، بقیهش با من. شده موتورم هم میفروشم. ساعت میشه بزن. به به، خانم خونه سلام. سلام عزیزم، خرید نکردی؟ چرا رفتم تره بار، مال نبودن، همه گندیده هاشون مونده بود. فردا صبح قبل از کار با هم میریم، تو هم حتما بیا. باز بهم قور نزن بگو این گندیده است، اون خرابه. رضا جان من نمیتونم بیام، من اصلا با این وزن جای شلوغ نفسم بالا نمیاد، خفه میشم. عزیزم چیه چپیدی تو این یه وجب جا؟ بیا بریم بیرون یه هوایی به سرت بخوره. به خدا هر چی بمونی خونه بدتره. من برم لباسامو عوض کنم تا سفره رو بیاری. تو کیلو بستی؟ Thank you.
بودی اینجا، این جوابش چی میشه؟ این برای من سوال. منم توی امتحانی سوال نزدم. چهارم؟ چهارم تو چند سال؟ میگم رضا تاکسی بگیریم بریم بهتر نیست؟ اه مگه خود نگفتی بیایم پیاده روی واسط خوبه؟ آوردمت هم پیاده روی هم خرید دیگه. سنگین شدم، سختمه. آروم آروم میریم یه هوایی هم میخوریم. میگم بریم پیش علی آقای هویج بستنگی بخوریم بیادم رضا. بعد بگم حواسی چی کردم خندت میگیره. کل پاچه. ای نه. خب رضا. چی؟ آب طالبی. طالبی کجا بود توی این فصل خانوم؟ حس میکنم حالم خیلی بهتر. الان یه هویج بستنی بهت بدم حال کنیم. رضا. جو. ما آب طالبی میخوام. آب طالبی هم داشت برات میگیرم. خواهش میکنم. نه داره که. آجور شده پیدا. لیلا جان باشو عزیزه. لیلا برو بیرون. خانم زنم حالش چطوره؟ عملش خیلی طول کشیده. سطح هوشیاریش خیلی پایینه. یعنی چی؟ باید منتظر باشید. تا کی؟ دکتر بهتر میدونه. آقای دکتر، زنم حالش چطوره آقا؟ ضربه مغزی شده. حالشون خیلی وخیمه. زنده میمونه؟ فکر میکنم بهتر باشه هرچه دوتر بچه رو از رحم خارج کنیم. بعد مادر جراحیش کنیم. یعنی چی؟ یعنی اول باید بچه به دنیا بیاد؟ رشد بچه هنوز کامل نشده بتونیم از مادرش جداش کنیم. بچه سالمه. ولی مادر فکر نمی کنم دوام بیاره. خب اول بهتر اونه که شانسش بیشتره زنده بمونه. صبور باش. خانم ببخشید میشه رفتین تو ببینین حال زنم چطوره؟ متاسفم من مسئول نیستم. میدونم اسمش لیلا مقدمه. فقط ببینین حالش خوبیه. شما سعید آیفون میتونید پیگیری کنید بهتون. چشم پیگیری میکنم ولی شما یه خبری به من بدین نگران. لطف میکنید. باشه چشم بهشون. منتظرم. ببخشید لیلا مقدم. سلام. سلام. زود اومدی؟ رفتم موزه دنباله. گفتن نیستی فهمیدم اینجا. خواستم با حرف بزن. چیزی شده؟ بگو. من دیگه منتظر خبر خوب نیستم. نمیدونم هیچی سر جاش نیست. همه چی به هم ریخته. حوصله هیچی رو ندارم. دیگه خسته شدم. میخوای بری سفر؟ آره یه مدت دور باشم بهتره. ببین فرید، شاید من اشتباه کردم، شاید باید از اول همه چی رو بهت میگفتم، ولی من مطمئن بودم مخالفت میکنی، مطمئن بودم قبول نمیکنی. من میخواستم زندگیم بهتر بشه. خرابش کردی آتنا. هیچی ارزش این همه پنونکاری رو نداره. دوستت دارم ولی نمیتونم دیگه بهت اعتماد کنم. تلفن تو جواب بده. بله. چی شده؟ کدوم بیمارستان؟ حالش چطوره؟ ضربه خیلی شدید بوده. فعلا کاری نمیشه کرد. باید صبر کرد. رفته تو کما. آقای دکتر ببخشید چیکار باید کرد؟ حالا خانم ما دیگه هر کاری از دستمون برمی اومده انجام داد. بیمارتون سطح هوشیاریش اومده پایین.
کاری هم نمیشه کرد فعلا، فقط صرف کنم. چند ماهشه بچه؟ 5 ماه و 9 روز. شاید بشه بیمار توی وضعیت نگه داشته بچه رشدش کامل بشه. خودشی چرا نمیخوری؟ نمیتونم فکر این دختر از سرم بیرون نمیره. چقدر بدشانسی، اول سرطان حالا هم تصادف. نمیشه براش یه کاری کرد؟ مثلا چه کاری؟ چه میدونم، بیمارستانش رو عوض کنیم، ببریمش اونور. دیدی که دکتر گفت تو این موقعیت نمیشه تکونش داد، خطرناکه. نمیشه که همینطور نشست هیچ کاری نکرد. آتنا، thank you.
سلام. سلام. قهوه میخوری؟ نه صبحونه خوردم. دیگه چی نمیدونم شما خودتون رو بگید من چی جا هست زدید بگید اسمشو براتون بر گرمه بخور. چرا یا همه چی ریخت به هم؟ من و لیلا فکر نمی کردیم تهش اینطوری بشه. من هم وقت سرزنش کردن خودت نیست. میخواستم یه خانواده بشیم. این توقع زیادیه. الان داریم من کاری نکرم من زنم اینجاست آقا این داره تهمت میزنم من اصلا نمیشناسم رضا بی خیالش رضا سیر تا پیازشو گفتم رضا تموم شد تموم شد بفرمایید میگذره و لحظات خوب و خوشی رو به اتفاق عزیزان و افراد خانواده میگذره اما دوستان انسان نیا
تو کی قراره پشت این در وایسی؟ ولی تو برو، باید وسایلتو جمع کنی. خب نمیخوام تو این وضع دهنات بذارم. نگران نباش، پروازه دیر میشه، برو. شاید اگر یک سال پیش رفته بودی، پاییز رو خزانه آرزوهام و انتهای فصلها می دونستم. اما الان پاییز پایان فصل تنهایی منه. من همراه با رقص برگهای جدا مونده از تکیگاهشون از این پاییز عبور خواهم کرد، با این همه رنگ و رنگ و سال هاست که یاد گرفتم تنها باشم و به تنهایی عبور کنم، از فصل های بی عطر تو، از خیابان های بی زمزمه ترانه های تو و از جاده های ناگزیر. تمام شد. من رسیدم به پایان فصل تنهایی. من با عشق تو دخترم خانه را تعبیر دیگری خواهم کرد. همچنان می بافم ریشه هایم را و امید دارم به آغاز فصل گرم، فصلی که دخترم باشد و لیلا باشد و شاید تو نباشی. دیگر با این ریشه های جدا مانده از زمین، به جای آینده خاطره هایم را خواهم بافت، خاطره های عشق های ناکام و دوست داشتن های همیشه و بی‌منت. چند وقت تو کماست؟ 45 روزه. چی باید بگم؟ خب بگو بچه چطوره؟ به من خبر بده، خواهش میکنم به من خبر بده. خانم لشکری؟ بله. دکتر گفتن شما حتما باید باشید. ممنونم. بفرمایید، خواهش میکنم. لیلای عزیزم، خودت رو به 7 ماهگی رسوندی تا دختری که اکنون فرزند من و یادگار توست به دنیا بیاد.
میدونم که بین خودت و اون اونو انتخاب کردی، اما به دخترم خواهم گفت که آمدنش رفتن دیگری را از این دنیا رقم نزد، چرا که ما هر دو سعی کردیم یک بار هم که شده خودمون برای خودمون تصمیم بگیریم.